محله ما. در این برنامه میخوایم بدونیم و ببینیم در محله ما و محله شما در هر جایی که هستیم چه خبره. این برنامه به مدت 1 ساعت به صورت زنده پخش خواهد شد. محله ما. حملای بسیار عزیز و گرامی ثانیه شماری میکردیم که این کاندان انجام بگیره که سلام محله رو به شما عزیزان برسونیم و سلام تیم محله ما رو امشب ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحال هستیم که از این طریق خداوند فیض بخشیده تا بتونیم شما عزیزان رو خدمت بکنیم. واقعا امیدوارم که محله شما ساکت باشه، محله شما آرامش درش باشه و محله شما پر از فیض خداوندمون عیسی مسیح باشه، چون که از فیض اوست همه این آرامش ها و مطالب دیگه‌ای که میرسه. من فقط میخوام خیلی سریع به یک اعلانی که خودمونم در حین رانندگی با شامیران داشتیم میومدیم اخبار اینجا گفت، به نمایندگی از تیم محله واقعا تسلیت به دنیای مسیحیت، اما قدردانی از خدمات مرد بزرگی، مرد قرن 20 و 21 بیلی گراهام داشته باشیم. ایشون امروز فوت کردن در سن 99 سالگی و شاید باور نکنید 80 سال خدمت طلایی. واقعا خدمات ایشون ارزنده بوده. تمام مردم دنیا این رو میدونن. حالا نمیدونم در ایران چقدر دنیای غیر مسیحیت اینو میشناسن یا نه، ولی واقعا ایشون خادم بزرگ خداوندمون عیسی مسیح بود و جمله ای رو فرموده بودن که من اینو میخوام برای شما بخونم. یک روزی شما از خبر مرگ من با خبر خواهید شد. این امروز شده، اتفاق شد، افتاده. ولی اصلا باور نکنید، من اون موقع یعنی بعد از مرگ زنده تر از همیشه خواهم بود. فقط آدرسم رو عوض کردم، زیرا به حضور خداوند رفتم. باشه که واقعیتش همین اتفاق برای همه ما بیفته. روزی که خداوند ما رو دعوت میکنه واقعا با کمال و اون قوت و قدرتی که خداوند به ما بخشیده بود اونطور پیش محله آسمانی بریم، محله‌ای که خود خدا حضور در اونجا داره. اما راه‌های ارتباطی ما رو اکثر شما عزیزان میدونید. اگر اولین بار دارید این برنامه رو تماشا میکنید، در تمام زیرنویس صفحه تلویزیون شما این اطلاعات میاد، مخصوصا تلفنی هستش که کانال تلگرام رو شما میتونید از اون طریق به ما وصل بشید، عضو بشید و همچنین تمام فایل های صوتی رو دریافت کنید. و اگر هم مایل باشید میتونید در اختیار دیگر عزیزان قرار بدید. ما موضوعات مختلف اجتماعی رو داریم بررسی میکنیم، موزل های محله رو، و نهایت سعی ما این نیست که فقط پند و اندرز بدیم، بلکه میخواییم ریشه یابی بکنیم، چون که خیلی خیلی مهمه. فیسبوک برنامه هم زنده است، همونطوری که دوستان فیسبوکی دارن همین حالا مشاهده میفرمایند. اگر دوست داشتید کامنتی بفرستید و اگر میخواید به سایر دوستان عزیزتون معرفی کنید، پیج ما رو هم لایک بکنید، باعث خوشحالی همه ما خواهید شد. اما اجازه بدید که در این مرحله هم واقعا از یک نظر تأسف و تأثر خودم رو هم برای عزیزان و بازماندگان این سانه هوایی که اتفاق افتاد اعلام بکنم که ما متاثر این موضوع هستیم. امروز داشتم فکر میکردم میدیدم که 3 تا واقعه واقعا اتفاق افتاد. یک واقعه زیرزمینی که زلزله را آورد، یک واقعه دریایی که نفتکش خرق شد و یک سانه هوایی آسمانی که موجب شد این هواپیما از بین بره همراه با مسافرینش. آیا واقعه چهارم چی خواهد بود؟ من باور دارم واقعه چهارم زمینی خواهد بود، ولی به هر حال یه تلفن ایران هم داریم که میتونید به خیلی راحتی با ما در تماس باشید و تلفن‌های ما باز خطاشون و میتونید هر آن هر وقت که خواستید، مخصوصا اگر بیشتر در رابطه با موضوع برنامه بود یا هر چیز دیگه، با ما در تماس باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، بینندگان بسیار بسیار گرامی. هر جا که باشید خسته نباشید. خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، مهمون خانه های گرم شما هستیم و من هم جا داره اینجا به نوبه خودم تسلیت عرض بکنم برای خانواده ها و بازماندگان عزیزانی که در این سانه هواپیما جان خود را از دست دادن. دعای ما اینه که آرامش و تسلی خداوند ما عیسی مسیح همه این خانواده رو در بر بگیره، اون جای خالی رو پر بکنه. بدونید که در غم تک تک شما ما نیز شریک هستیم. بله واقعا مرسی شمیران جان و اجازه بدید من پیامک ها رو خدمتتون خیلی سریع بخونم. اکثر این پیامک ها
دعا هستن، ولی من میخوام اونها رو برای شما بخونم که شما این آمادگی رو داشته باشید. بیننده عزیزی فرمودن در رابطه با مشکلی که مسئله آپارتمانی هست و خودشون پدرشون شریک هستن، اما نمیتونن از عهده مستأجر بودن اون درد بیان و همچنین درد عجیبی زیر دنده چپشون یک ماهی است که شروع شده. از ما خواستن دعا کنیم که حتما این کار رو انجام خواهیم کرد با امید خدا در آخر برنامه. و بیننده عزیزی دیگر به نام خانم سپیده از شمیران خواستم، فرمودن خواهر شمیران عزیز برای شفای زندگی سمیه و همسرشون و همچنین ادامه زندگیشون دعا کنند، که شمیران دعا خواهند کرد. و سلام و درود به داداش میلتن و خواهر شمیران عزیز و گناهات هم محله های عزیز در هر کجای دنیا که هستین، شکر به خاطر وجودتون، دوستتون داریم، عزیز هستید. شما هم همچنین لطفاً هم محله های عزیز برای منم دعا کنید تا باور و ایمانم بیشتر بشه. از فیض خدا متشکر هستم. و همچنین بیننده دیگر تشویق کردن برنامه رو، فرمودن خداوند به شما برکت بده به خاطر برنامه زیبای شما، شما لطف دارید. آنجل عزیز از آمریکا، هفته گذشته من سری چون که درست هم نرسیده بود از آنجل معذرت میخوام که درست نخوندم، اما پیامکشون رو میخونم. فرمودن اصلا به شما زوج عزیز با سوژه های خیلی جالب و آموزنده، که امیدوارم این چنین هم باشه. آنجل عزیز، فاطمه گرامی فرمودن درود بر شما، وقتتون در خداوند پر از برکت باشه، برای من در دعا بکنید چون که یک فردی پول که بهش قرض دادم برده و دیگه متواری شده پیداش نیست، وکیل گرفتم که امیدوارم این شخص رو پیدا کنن که پولمو بتونم برگردونم. اما معصومه عزیز حرف زیبایی گفته و ما رو به دو تا کبوتر تشبیه داده، خدا برکتتون بده. معصومه عزیز فرمودن سلام به دو کبوتر خوشبخت در کنار مسیح بردم میتن و خواهرش میران لطفاً برای ایمان و ازدواج معصومه دعا بکنید. پس برای ایشون هم حتما این کار رو انجام خواهیم داد. و بیننده دیگر فرمودن اگر تمام ایمانداران بپذیرن که مسیح چوپان ماست، یعنی شبان ماست، دیگه همش امیدوارن و دیگه غصه ندارن و اینطوری میتونن خود رو تسلی واقعی بدن. جلال بر نام عیسی مسیح. و بیننده محترم دیگری فرمودن برای دخترشون مریم، تحصیلات پسرشون، همچنین مشکلات زیادی که در زندگی دارن و همسر گرامیشون که در بیمارستان هستن دعا بشه و این را انجام خواهیم داد. علی عزیز تشکر کردن از برنامه و فرمودن دوستمون دارن، ما هم شما رو دوست داریم، حمله عزیز هستید شما برای ما. اما دعای دیگر از شما شمیران خواسته شده و فرمودن خواهر شمیران بزرگوار، امشب از شما درخواست دارم برای دوستم زیبا که به یک باره در 10 روز پیش یکی از چشمانش سکته چشمی کرده، حالی جلوی دید او رو گرفته، ایشون از شما ملتمسانه درخواست دعا دارن. همچنین برای نازایی محشید، بیماری MS مهتاب و آلرژی طیبه که تاکنون راهی برای درمان آن پیدا نکردن، و همچنین خانم زهرا که سالیان سال بیماری تشنج دارند و واقعا در درد و عذاب هستند، درخواست دعا دارند. من در یک وقت مخصوص خواهم خواست که شما برای این دو مورد دعا مثلا حتما دعا بکنید. و بیننده محترم دیگه فرمودن برای نجات یک برادر غیر ایماندار به نام مجتبی از دام اعتیاد دعا کنید. عزیزان برای ما انسان‌ها انسان هستند، میخواد ایماندار باشه، غیر ایماندار باشه، ما اینجا هستیم برای اینکه عیسی مسیح برای تمام جهان آمده و حتما این رو انجام میدیم. و اعضای خانوادهش به خاطر این اعتیاد خیلی ناراحت هستن. و برادر به اسم امیر هم نیاز به دعا دارن، مدتی است که یک زن شوهردار وارد زندگی ایشان شده و مسائل رمال و جادوگری و دعانویسی و طلسم شیطانی در زندگیشون وجود داره که این را هم باید بشکنیم در نام مسیح عیسی. و بیننده عزیز فرمودن سلام، من و شوهرم 8 سالی که از هم جدا شدیم، پدرشون زیر بار هیچ گونه مسئولیتی برای 4 تا برای بچه‌ها ببخشه نمیره، همش در فکر خوشگذرانی‌های خودشه، همه با رنج و غیره داریم پیش می‌رویم و دعا کنید که خدا قلبش رو لمس کنه و با بچه‌ها مهربون تر باشه، حتما این کارو انجام خواهیم داد. و ندا خواستم برای بیماری اشرف دعا بشه. و همچنین کامران عزیز خواستم برای مشکلات زندگیشون دعا بکنیم. و مریم از آلمان خواستم برای پسرشان واروش دعا بشه. و همچنین مریم دیگر درخواست دعا برای آرامششون خواستن. 2 تا شهادت هست و سپس دیگه بپردازیم به برنامه. شهادت اول میفرمایید من با دیدن برنامه های شما با مسیح مسیحیت آشنا شدم، 2 ماهی که ایماندار شدم قلبم رو به مسیح دادم. خدا رو شو ما خوشحال هستیم که اگر باور کنید حتی طول 1 سال 1 نفر هم ایمان بیاره، ما خدا رو شکر میکنیم چون که ایمان آوردن شما
یعنی زندگی عوض شدن شما. اما شهادت دیگه داریم که خواهر عزیز و گرامی، سلام دادن به خواهر استر و همه خواهران عزیز دیگه، خواهر راحیل، و میگن نمیدونم کدومتون پیام تو بالاخره پیامون رو میخونین. در حدود یک ماهی که پیام نمیدادم، اما یه خبر خوشحال کننده برای شما دارم و لطف خدا برای من اومد که من بالاخره استخدام شدم و خیلی بیکار بودم و خیلی زجر میکشیدم از نظر مالی. تا روز تولد عیسی مسیح تنها بودم در خانه، با خدای خودم حرف زدم، گفتم که هدیه ای ندارم تا کادوی تولد تو بدم، یعنی به عیسی، لطفا تو به من کمک کن تا شرمنده پسرم نباشم که داره درس میخونه. و خیلی سختی ها کشیدم برای خرج پسرم و خدا دید که چقدر سختی کشیدم، لطف کرد و دقیقا در فردای اون روز شخص به من زنگ زد و گفت میخوای کار کنی حتی اگر زمین شوری هم باشه؟ که گفتم هر چی که باشه من قبول میکنم. و بعد فرمودن که حالا استخدام شدن و اضافه کارم علاوه بر حقوقشون بهشون میدن. چقدر حرکت بزرگی، چه شهادت زیبایی. اما برای آقای سپهر هم، برای اعتیادشون که درخواست شده از آمریکا و همچنین شمول برای بیمارستان در آمریکا هستن، دعا خواهیم کرد و همچنین درخواست علی رو برای آرامش و برکت مالیشون و شفای آب هوای آلوده خوزستان. برگردیم به شما شمیران جان. خیلی ممنون و خیلی ممنون از عزیزان که خواستم و حتما امشب دعا خواهیم کرد. ولی بپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. برنامه امشب موضوعش از خشونت ها و ناهنجاری هایی که در خانواده اتفاق میفته. خانه غالبا میدونید که باید به عنوان یک پناهگاه امن باشه برای اعضاش، ولی متاسفانه میبینید که الان خیلی از خانه ها به خطرناکترین مکان تبدیل شدن. بله. مکانی که باید در اون استراحت هم صفا و صمیمیت باشه، هفته گذشته هم گفتم، ولی جای خطرناکی شده، جایی که خیلی وقت خشونت ها ناهنجاری ها داره اونجا اتفاق میفته و اون فرهنگ مملو از مهر و محبت و صمیمیت خانواده تبدیل شده به متاسفانه به خشونت و ناهنجاری. و این مسئله خودش تاثیرات زیادی بر شکلگیری نابسامانی ها در اجتماع میذاره، چون وقتی که خانواده پر از خشونت، خب طبیعتاً اینا این نابسامانی ها به اجتماع هم کشیده میشه، چون بالاخره عضو کوچیکی از اجتماع و جامعه است. و میبینید مرتب در روزنامه ها میبینیم، در تلویزیون ها، در اخبار، همه جا اتفاقات میفته، میبینیم که مثلا اتفاقاتی افتاده در خانواده، کشت و کشتار ها شده، قتل ها شده، خیلی رفتارهای ناجور شده. و آمار دقیقا نشون میده که خیلی جالبه، من میخوندم 5 تا 10 ثانیه، هر 5 تا 10 ثانیه یک اتفاق، یک خشونت خانوادگی، ناهنجاری خانوادگی بیار اتفاق میفته. و خشونت دسته به فرهنگ، هر جا تعریف خودش رو داره، ولی میتونم بگم که هر اون رفتاری که باعث رنج و آزردگی فرد بشه و در روند و رشد شخصیتی او اختلال ایجاد بکنه، به نظر من خشونته. یا هر نوع عمل، رفتار، گفتار که باعث بشه که صدمه روحی، جسمی، روانی، فکری یک شخص بشه، خشونته. شاید خب همه ما فکر بکنیم که خب همه ما طبیعتاً انسانیم، خشمگین میشیم. خشم یه چیزی که احساسی که خدا در ما گذاشته که حالت دفاعی داشته باشیم وقتی یک اتفاق میفته، ولی خب باید کنترل بشه. عصبانیت یک رفتاریه که با این خشم به وجود میاد، ولی خشونت عملیه که ما انجام میدیم. در چه برنامه ما میخواییم به عزیزان کمک کنیم، خودمون رو حتی کمک کنیم و چجوری خشم رو کنترل بکنیم و چجوری میتونیم از این رفتارها ما جلوگیری بکنیم که صدمه نخوریم. بله، همطوری که فرمودید، ثمره هر خشونتی به هر حال قربانیه. یه تعدادی قربانی ها میشن و ببینیم که چه کسانی معمولا قربانی خشونت خانوادگی میشن. گرچه همه ممکنه بشن، اما من فکر میکنم همونطوری که فرمودید در فرهنگ های مختلف این موضوع فرق میکنه با هم دیگه. در فرهنگ ما گویا در خانواده همسر بیشتر زن مثلا اینکه مورد قربانی قرار میگیره، بنا به دلایل خاصی، بنا به دلایل و باورهای ایمانی و همچنین فرهنگی متاسفانه، که میتونه باورهای ایمانی، فرهنگ که بوده رو اصلا بکشونه به طرف مسئله باور مذهبی یا به هر حال ایمانی رایج در یک کشور، حالا هر کشوری که میخواد باشه. و قربانی خشونت‌های زنا میتونن قربانی خشونت‌های تبعیضی قرار بگیرن، تبعیض جنسیتی، یعنی مرد و زن قرار بگیرن، قربانی خشونت‌های جنسی قرار بگیرن، قربانی سکوت بکن
واقعا گرفتار بشن. یعنی حرف نزن و هیچ ادعایی نکن و اگر هم حرف زدی تازه کتک میخوری و همین کتک زدن رو ممکنه یک باوری تزریق کرده باشه در فرهنگ جامعه که شما میتونی زنت رو کتک بزنی بدون که اصلا توجه بکنه که آیا اصلا کتک زدن جایزه برای یک انسان یا نه. سپس خشن شدن بر حسب اینکه پدر خانواده جناب سپهبد تشریف میارن به خونه و همه باید بلرزن. واقعا هم اینطوریه ها، بعضی وقتا در خانواده اینطوریه و مخصوصا این حالت برمیگرده به سمت بچه‌ها. بچه‌ها چقدر از آمدن پدر یهو اصلا همه چیز عوض میشه و از اونجایی که پدر روح خشونت رو داره، همچنین فکر متوجه نبودن از هدف تشکیل خانواده رو که هیچ وقت نداشته، این رو به بی احترامی خودش و همچنین بچه‌ها میکشونه و این واقعا روش اشتباه رو میبره جلو و این روش اشتباه باعث میشه که زن خانواده چون حق و حقوقی نداشته و حالا اونم میخواد یک سخنی داشته باشه، حرفی داشته باشه، وقتی که پدر میره بیرون بر سر فرزندان زمانی که بچه‌ان خالی میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه، اونها رو بدون اینکه بدون چرا داره کتک میزنه و نهایتا این انفجار صدمه بزرگی به وجود میاره برای فرزندان و فرزندان خانواده قربانی میشن، هدف قرار میگیرن. پسر خانواده از پدر استبداد رو یاد میگیره، دیکتاتورمنشی رو یاد میگیره و دختر خانواده چه اتفاق میفته؟ اتفاقا از مردها متنفر میشه، چون که میبینه که مادرش هم واقعا در این خشونت قربانی شده. همه این خشونت ها میتونه افراد خانواده رو شام ایران به طرف اعتیاد بکشونه، چه پسر باشه چه دختر باشه، ولی میتونه این موزل بزرگ رو نه فقط اعتیاد بلکه مسائل به هر حال خودفروشی و و و مطالب دیگر رو بیاره. یک دختری که از پدر محبت نمیبینه میره به طرف یک شخص دیگه ای که اونم اگر گرگ صفت باشه میتونید دیگه حدس بزنید چه اتفاقی میفته. خشونت از خانواده سپس به جامعه کشیده میشه. درسته که برنامه امشب ما خشونت نانجاری در خانواده هستش، اما در همه جا هستش. از خانواده که خشونت درست شروع شد به عنوان یک نهاد کوچک اجتماع و در اجتماع وقتی که این خشونت انجام شد، همونیه که داریم میبینیم، همونیه که در قرن 21 در اخبارهای جهانی داره پخش میشه، در جایی که خشونت‌های اجتماعی وجود داره که چطور حتی من تعجب میکنم یک مأمور انتظامی بتونه یک زن رو در خیابون بزنه. به نظر من مردی که دستش بلند بشه برای یک بانوی هر ایرانی باشه، هر بانوی دیگه، آن مرد از مردانگی هیچی نصیبش نشده، حتی میخواد نیروی انتظامی بشه. اینجاست که ما باید متوجه بشیم که مواظب باشیم که ما یک فرهنگی داریم که باید همسو با باور ایمانی میبره و این دوتا با هم دیگه باید حرکت بکنن و اگر نکنن همین میشه که متاسفانه داریم و اون وقت مردم فکر خواهند کرد که این خدا خدای خشن نیست، در حالی که کلام خدا میفرماید خدای ما خدای خشن نیست. دقیقا همینطور که اشاره کردید زنان و کودکان هستن متاسفانه، و آمار نشون میده تقریبا 80-90% زنان و کودکان هستن که مورد خشونت ها و نهانجوری قرار میگیرن و 10% میتونیم بگیم آقایون هستن. پس آمار بالایی است که زنان ما، زنان و کودکان دارن خشونت رو میبینن و این خشونت رو میتونیم بگیم اگه بخوایم انواعش بکنیم، خشونت فقط این نیست که من یک کتکی رو بزنم. خشونت میتونه جسمانی و فیزیکی باشه، میتونه کتک بزنه طرف، بالاخره مشت بزنه و کبود بکنه، ولی میتونه کلامی هم باشه. خیلی وقتا میبینی عزیزان ما، خانم ما مورد خشونت‌های کلامی، بی احترامی‌هایی که میشن، خرد کردن ها، انتقادهای بی جای، همتونی بچه ها میبینی تو جمع وقت خرد میکنی، تربیت یک خشونتی هست کلامی هست و خیلی وقتا خشونت‌های روحی روانی احساسیه. وقتی با احساس طرف بازی میکنی، با احساس خانومت یا احساس بچت بازی میکنی و خوردش میکنی شخصیتش رو، به یک خشونت احساسیه. و خشونت‌های اقتصادی میتونه مخصوصا خانوما یا بچه ها باشون انجام بشه، یا پول برای خرج داده نشد، محروم کردن از چیزای اقتصادی، محروم کردن از چیزای مالی، در مضیقه گذاشتم. من یادم خانواده اینجا بود سالا پیش که میگفت برای هیچی بر من شوهرم بر من پول نمیده. بله. با اینکه حقوق منو میگیره، دولت به من حقوق میده، ولی هیچی بر من نمیده. یعنی هیچ چیزی نداشت، حق خودش هم به خودش نمیداد. در چه همه اینا خشونت هایی هست که از لحاظ اقتصاد صورت میگیره.
و بعضی موقع حتی از طلاق گرفتن مثلا نمیخواد طلاق بده، اذیتش میکنه و طلاق نمیده و اجازه نامه برای طلاق بهش نمیده. همه اینا به صورت خشونت هست یا خشونت های ناموسی هست. میبینی حاملگی های ناخواسته وادارش میکنه، نمیخواد وادارش میکنه، یا مجبور به سختایی که نمیخواد، یا میخواد بچه رو نگه داره، با کتک بوده دیدیم و منظور و مجبور به کارهای خلاف شرع یا خودفروشی. بله. چقدر میبینید که مثلا پدر خانواده یا شوهر خانواده زنش رو وادار میکنه که بره تنفروشی کنه، پول در میاره. در همه اینا خشونتیه که میشه چه برای چه دختر رو بخواد، حتی به عنوان فرزند که گفتم اتفاق میفته، چه به عنوان دخترش رو بخواد یا بفروشه یا وادارش بکنه یا زنش رو که بره تنفروشی بکنه و پول در بیاره، همه اینا به نوعی بالاخره خشونتیه که در مورد بچه‌ها و خانم‌ها اتفاق میفته. خیلی ممنون شما ایران، ادامه خواهیم داد. ما اگه اجازه بدید چند تا پیامک هست اینا رو انبو نکنیم رو هم دیگه، من تعدادی رو بخونم و شما هم میتونید شمیران ادامه بدید. خانم مرجان حملی عزیز فرمودن با سلام به بعد امیدن خواهر شمیران حملی ما، این جملتون رو خیلی دوست دارم. حمل ما واقعا حمله هستیم، گرچه فاصله ها باشه هیچ مهم نیست، اما حمله هستیم. فرمودن هر کس با خداوند عیسی مسیح باشد، در کلام حرکت کند، ناهنجاری و خشونت و همه چیزهای منفی از ما بیرون میرود و فرشته میشویم که حتی انقدر عوض میشیم که خودمون هم نمیشناسیم. هر که در مسیح زندگی کند چنین میشود. فیض خدا با شما دو عزیز، همچنین با شما مرجان خانم محترم. و فرخنده خانم فرمودن سلام و صد درود خدمت برادر میتن خواهر شمیران عزیز، دوستتون دارم، برنامه شما رو دارم میبینم. برادر جان از برکت دعای شما خوابم بهتر شده، خدا رو شکر. پرجلال باد نام مسیح که اوست که همه اینا رو انجام میده. و باز فرخنده خانم ادامه دادن سلام خواهر شمیران، من چند وقتی هست وقتی دارم حرف میزنم مثلا میخوام یه چیزی رو بگم و نهایتاً در کلن میخواد توضیح بدن اینه، کلن موضوع حرفم یادم میره، یا مثلا ساعت خاصی رو که میخوام دارو داشته باشم میرم در یخچال باز کنم یادم میره برای چی در یخچال باز کردم. تشکر میکنم که راهنمایی بکنید، فیض مسیح با شما عزیزان باشه. پریسا خانم هم فرمودن درود بر خواهر شمیران و برادر میلتن عزیز و درود بر شما پریسای عزیز. شمیران برای خانم فرخنده مطلبی دارید غیر از دعا اینا که کمک بشه؟ من تلگرام ایشون رو دارم، حتما با ایشون صحبت خواهم کرد. اون دلایلی که بالاخره بعضی چیزا اتفاق میفته که دوچار آدم فراموشی میشه، اونها رو با شما صحبت میکنم خصوصی. بسیار بله. پس اگر شما ادامه بدید از آقای احمد رضای عزیز، داداش گلمونه دیگه. احمد رضایی عزیز نوشتن درود بر شما، امیدوارم خوب عالی باشید. میخواستم تسلیت بگم فاجعه دردناک سقوط هواپیمای تهران از یاسوج، تهران از یاسوج یا به یاسوج، تو رو خدا برای اونها دعا کنی پیکر اونها پیدا بشه. حتما احمد رضای عزیز در دعا هستیم به فیض خداوند. و مینوی عزیز نشته سلام به شما بزرگواران، سلام برادر میلتن و خواهر شمیران عزیز، ممنونم از شما به خاطر توجهتون که به ما اهمیت میدید، برای ما ارزش قائل میشید. در خانواده احتیاط ارزش وجود نداره، خشونت ها، ناهنجاری ها، نابسامانی ها بیداد میکنه. خیلی ممنون مینوی عزیز از تشویقتون. همه ما شما عزیزان در قلب و وجود ما جا دارید و ارزش خیلی بیشتر از اینا رو دارید. و همینطور مهران عزیز نشتن سلام برادر میلتن، مهران هستم، از مردم خواهش میکنم اینقدر نفرین به دیگران نکنن، این تنفرها برمیگرده به کشور خودمون. عیسی مسیح روی صلیب بر مردم طلب بخشش از خداوند کرد، فرمود اینا نمیدونن چه میکنن، ایام سال نو در پیشه ولی در محله هیچ تغییری دیده نمیشه. مردم برای هم دیگه طلب برکت کنیم تا نام خداوند جلال پیدا کنه و از این ناهنجاری ها نسبت به هم دوری کنیم. حقیقتا اینجوری مهران عزیز، برکت به طلب به این برکت خواهیم دید، وقتی که لعنت میطلبیم طبیعتا لعنت هم سراغ ما خواهد اومد. خیلی ممنون از پیغام عزیزان. دقیقاً چقدر فرمایش درستی آقای مهران فرمودن و با تشکر از ایشان. و شما همچنین دوستان بسیار عزیز میتونید درخواستای دعاتون رو علاوه بر درخواستایی که داریم بفرستید و با ما هماهنگ کنید این برنامه رو. اما یک تلفن داریم شمیران، بپردازیم به این تلفن. ببیننده عزیز سلام عرض می‌کنیم خدمت شما. بیننده عزیز تشکر از اینکه به برنامه زنگ زدید. جناب آقای محمد علی بفرمایید. سلام برادر میشم. سلام. سلام. خوبی؟ من میخوام درباره برنامه امروز صحبت کنم. بسیار عالی، بفرمایید. شما چند ساله هستید شما؟
من پدر و مادر خود را دوست دارم چون آنها مرا دوست دارند. پدر مادرای عزیز، بچه‌هایتون را دوست داشته باشید. بچه‌ها به پدر و مادر خود احترام بگذارید. واقعا تشکر از برنامه خوبتون. مرسی عزیزم، چقدر تشکر میکنم. شما اولین هم محله خردسال ما بودید که در تمام من برنامه‌ای که در تلویزیونی داشتم صحبت کردید. خدا برکت بده. واو چقدر عالی. شما میدونید کدوم فرمان خداوند رو فرمودید؟ درست فرمان پنجم رو که میفرماید پدر و مادر خودت رو احترام بگذار که تا سالیان تو طولانی بشه. خدا برکت بده خودت رو و همچنین پدر مادر گرامیت رو که این تربیت زیبا رو برای تو انجام دادن. چقدر من بنا شدم، شما نشدید؟ خیلی زده ممنون. خدا رو شکر. بسیار عالی، بسیار عالی. باشه پس ادامه میدیم، اما حتما در وقت دعا بینندگان عزیز برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد. چقدر عالی است که یه همچین خبرهایی میشنویم، واقعا زیباست، من خوشحال میشم. اما یه سوالی از شما بپرسم، بپرسم بهتره شما بخواید نخواید من اینو بپرسم بپرسم بهتره. ما متوجه شدیم که خشونت ها اینا بله بده، ولی چرا یه شخص باید خشونت بکنه؟ چرا باید بکنه؟ آیا مریضه داره این خشونت رو انجام میده؟ و از چه کسانی این خشونت سر میزنه؟ سوال خوبیه. چرا؟ دوبال چرا هستیم؟ میدونید اصولا از اینجوری بگم، از فرد سالم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتارهای خشونت آمیز و ناهنجار داشته باشیم. کما اینکه گفتم خب همه ما ممکنه در شرایط خاص خشم رو داشته باشیم، ولی اونجوری که یک شخص سالم این خشونتی که ما داریم صحبت میکنیم داشته باشه از یک شخص سالم بعیده. مطمئنا اتفاقاتی میفته. از لحاظ روانشناسی میگن هر وقت کسی که نمیتونه حرف خودش رو بر روی کرسی بنشونه، یعنی حرف من باید باشه و نمیشه، طبیعتا به خشونت متوسل میشه. میخواد با خشونت حرف خودش رو دقیقاً به کرسی بنشونه. این حالت رو در بچه هم بعضی موقع میبینیم. میبینید که بچه میخواد حرفش بشه نمیشه، چیزی رو پرت میکنه، خشونتی رو انجام میده با اینکه بچه هست. ولی خب از همون موقع ما باید شروع کنیم اگه میخواییم اجتماع رو تحصیل بکنیم، اصلاح بکنیم. اصلا اون بچه اون رفتارا رو اگه ما کنترل بکنیم، جلو بچه رو بگیریم، اون اتفاقات نیفته، به مرور بهتر میشه، چون همه خانواده اصلاح میشن. ولی متاسفانه بعضی موقع حتی بچه‌ها رو تشویق میکنن. وقتی عصبانی میشن یا فوش میدن، خانواده میخندن، احساس میکنن یک چیز خنده‌دار اتفاق افتاده و اون بچه تشویق میشه که فکر میکنه کار خوبی کرده، این خانواده داره میخنده. در چی میگم همون موقع ما باید اصلاح بکنیم. ولی واقعیت اینه که از همون شخص از بچگی ما این رو میگیریم. و نکته بعد اینه که وقتی گاهی شخص دچار اختلالات شخصیتی هست و دچار استرابه، در نتیجه برای تخلیه این استراب و استرس به خشونت میاد. یعنی خشونت رو استفاده میکنه برای اینکه اون استرس، اون استرابی رو که در خودش داره رو خالی بکنه. خیلی وقتا این افراد در خانواده احتیاج به مداوا دارن، اختلالات شخصیتی دارن و نمیدونن. میبینی پدر احتیاج داره مداوا باشه، عصبانیت چون نمیتونه کنترل بکنه، برای خالی کردن این استراب و استرس دست به خشونت میزنه. یا وقتی شخص خودش در خانواده شاهد خشونت ره، شما اشاره کردید، خب بچه ها طبیعتاً از پدر مادر یاد میگیرن. وقتی که بچه یاد نگرفته احترام به خود رو، وقتی که پدر مادر به خودشون احترام قائل نیستن، بچه هم همینجوری یاد میگیره. خب اونم یاد نمیگیره به خودش احترام قائل باشه، اونم یاد میگیره که باید خشونت رو به خرج بده. و گاهی هم خشونت یک شخص اینه که نشانگر اون ترس و دلهوره‌ای که فرد از اون عامل بیرونی داره. میبینید که فرد تهدیدی رو احساس میکنه ولی در پاسخ به اون تهدید نمیتونه به خشونت دست میزنه. در نتیجه تهدید رو احساس کمان که دیده در خانواده، شوهر به خاطر اون ترس و دلهوره‌ای که یک کاری رو انجام داده زن نفهمه، خودش رو عصبانی میکنه، کتککاری میکنه که اون مسئله رو نیاد. بله، میپوشونه. اون تهدید اون مسئله است. و بعضی موقع هم ببینید شخص اون اقتدار درونیش از بین رفته، کم رنگ شده. مرد خونه است، بالاخره اقتدار داره، همیشه حرف اونه، حالا یا زن اینور یا هر جا، یا بچه بخواد حرفش رو پدر مادر. وقتی میبینه اون اقتدار کم رنگ میشه، دست به خشونت میزنه. چرا؟ چون باز میخواد برگرده اون اقتدار رو داشته باشه. و بلی
تحقیقات نشون میده وقتی که بین اختلالات روانی و بین اختلالات روانی و خشونت یک رابطه ایه. یعنی وقتی که شخص دچار اختلالات روانی هست طبیعتاً آماده است برای زمینه آماده است برای خشونت و این روی روی مطالعه انجام دادن روی دانش آموزان دبیرستان نگاه کردن دیدن که روی عده آزمایش انجام دادن که این دانش آموزان وقتی که استرس میاد یا مال امتحان یا مسائل تکلیف سخت استرس و استراب میاد خشونت و خصومت بین دانش آموزان زیاده. بچه اینجا نشون میده که بین استراب و استرس بین اتفاقاتی که در زندگی میفته و با خشونت پس یک رابطه مستقیمی داره و مسئله بعد اینه که الگوی بد داشتن در خانواده نمونه بد داشتن در خانواده خودش باعث میشه که شخص خشونت رو یک چرخه‌ایه که میچرخه پدر من از پدرش دیده من از پدرم دیدم بچه من از من میبینه بچه اون همینجوری داره میره در نتیجه یک الگوی بده پس به این دلایل میبینید خشونت در خانواده دیده میشه پس یکی دو دلیل نیست دلایل زیادی و ممکنه خیلی دلایل دیگه هم باشه و خوشحال میشیم که بینندگان عزیز در این مسئله بگن تجربیات خودشون رو بگن که چه چیزی باعث شد که خشونت در خانواده شعله ور شد خیلی ممنون شمیران و تشکر از اینکه بیانات فرمودید با اجازه شما اگه همچنین بینندگان عزیز ما اجازه بدن یه ویدیو کلیپی با هم دیگه ببینیم و شما هم یه استراحت مختصری بکنید به جای ما یه چای هم بخورید و ما برمیگردیم به برنامه مسیحا تو ای برتر از تمام
خب بعد از این سرود بسیار بسیار عزیز، عزیزان برگشتیم. اگه بیننده برنامه ما هستید، تازه باز کردید، داریم در رابطه با خشونت و ناهنجاری های خانواده صحبت میکنیم. و قبل از اینکه ادامه بدیم بحثمون رو، دو تا پیغام هست، اونا رو میخونیم و برنامه رو ادامه میدیم. ناهید عزیز پیغام دادن، وقتتون بخیر، واقعا همیشه در دعا خدا رو شکر میکنم برای وجود کانال های مسیح، از خداوند برکت فراوانی برای شما میطلبم، آمین. خدا رو شکر. درود میفرستم به خواهرم عزیزم شمیران و برادر گرامیم میلتن. خیلی ممنون ناهید عزیز برای پیغام زیباتون. و زهرای عزیز نیز نوشتن، پیغام دادن، سلام گرم و صمیمانه خدمت شما برادر میلتن مهربان و خواهر شمیران عزیز. فیض خداوند با شما برادر میلتن و خواهر شمیران. کاش ارتباط ما با شما حضوری صورت میگرفت نه با دنیای مجازی. کاش ما هم آرزومون همین بود، ولی خدا رو شکر میکنم که از طریق همین فضای مجازی نیز تونستم با شما عزیزان ارتباط داشته باشم. با همراهی شما تونستم روح القدس را لمس کنم و از نو تولد یابم. خیلی ممنون زهرا جان، مرسی واقعا بابت این شهادت بسیار زیبا. خدا رو شکر این تولد روحانی باعث خوشحالی ما و خوشحالی فرشتگان خداوند نیست، میشه در آسمان. آمین آمین. خدا رو شکر واقعا برای وجود عزیزان. من دارم فکر میکنم که این مسئله دنیای مجازی حل خواهد شد عزیزان و همراه با شمیران خواهیم اومد، ولی فقط دارم فکر میکنم ما چقدر مسافرت باید بریم از محله به محله، همه شما عزیزان رو ببینیم و شاید عمرمون هم کفاف نده. به هر حال خدا رو شکر برای آن روز که این انجام خواهد شد به امید خداوند. اما یکی از مشکلات عمده شمیران در اینه که من این رو شخصا باور دارم که باید به چالش بکشیم. اگر ما یک موضوعی رو نداشتیم و یهو اون موضوع داره میاد و میبینیم آن موضوع ناهنجاره، باید ببینیم ریشه‌اش چیه، از کجا پیدا میشه. من باور دارم مسائلم به طوری که در ابتدای برنامه هم عرض کردم خدمتتون، مسائل ایمان باوری یا مذهبی یا هر چی که هست با مسائل فرهنگی باید با هم حرکت بکنن. اگر با هم حرکت نکنن، ایمان باور موضوع اجتماعی و فرهنگ را از بین خواهد برد. ببینید به عنوان مثال چرا اینجا حقوق بشر وجود داره، چرا انسانیت اهمیت داره؟ به خاطر اینکه مسیحیت هم همین رو داره میگه. اینو باید ما دریابیم. این یک معامله دو تا چهار تا است. اگر یک باوری خشن هست، همون خشونت رو میاره و بعد که به شما من این جواز خشونت مذهبی رو صادر میکنه، طبیعی است که خشونت اونجا خواهد بود و از بین نخواهد رفت. طبیعی است که همونطوری که گفته شد نفرین ها، مرگ ها، این و اون نثار مردم خواهد شد، چون که نفرین دادن یک خشونت رفتاری، کرداری و گفتاریه. قبول میکنید؟ اینجاست که خداوند اون عیسی مسیح در انجیل متی فصل 22 37 39 چنین میفرماید. عزیزان انجیل متی 22 37 39 عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام فکر خود دوست بدار خدا را. این نخستین بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است. مهم است که همسایت را همچون خیشتن دوست بداری. ببینید یعنی چی؟ یعنی انسان دوستی داشته باشی. وقتی که چنین خداوند چنین دستوری رو بده، اون وقت باور در فرهنگ اجتماعی با هم دیگه پیش میرن، خشونتی به وجود نخواهد اومد. اما من برگردم به مشخصات خشونت. حتما خشونت یه مشخصاتی داره و ما میخوایم اتفاقا اینجا اونها رو یه مقدار کمک بکنیم و اگر خدای نکرده در خود ما هم باشه اینو انجام بدیم. خانواده خشن و ناسالم پر از و خشونت مشخصات خاصش رو داره که 10 تا رو من شما اینجا ردیف کردم. با اجازهتون من خیلی سریع فقط بخونم که برسیم به مطالب دیگه‌مون. و همچنین میدونم که دعاها هم اینجا، بله دعای زیادی هم اینجا داریم و از قبل هم دعاها هم باشته شده. 1. انعکاس رفتار خشنی که برای ما شده، ما نیست می‌خوایم اون رو ادامه بدیم. انگاری مثلا یه چیزی به ارث به من رسیده، چون که از بابا گرفتم اینو باید ادامه بدم. 2. همه تصمیم گیری ها از طرف یکی از والدین که معمولا 80% از طرف پدره، 20% از طرف مادر و ممکنه خیلی درصد کمتر از مادر باشه. اگر این موضوع هستش بهش میگیم خشونت در خانواده. 3. فرزندان این چنین خانواده معمولا هیچ گونه حق ابراز عقیده نداره. خب این یعنی خشونت در اون خانواده وجود داره. اینا مشخصات هستش. 4. اگر از فرامین والدین سرپیچی بشه، فرزندان با خشونت و تنبیه مواجه میشن. بعضی وقتا میدید چنان، من یک کلیپی بود که نمیتونستیم پخش کنیم، ولی چنان بچه رو زده بودن، بچه طفلی چند ساله رو که اصلا چشم همه جا کبود شده بود. شما فکر کنید این چه کاریه؟
5 والدین دلیلی برای صدور دستورات خود به فرزندانو ندارن. شما اگر اعتراض بکنی آخه بابا چرا داری اینو میگی، اصلا امکان نداره به شما اجازه بدن، چون که خودشون از پدرشون اینطوری یاد گرفتن و این خیلی وحشتناک است. 6 پدر و بعضی وقتا مادر نیز خانه رو به پادگان تبدیل میکنن. طبق قوانین خوش هیچ گونه بی‌نظمی رو از فرزندانشون نمیتونن بپذیرن، در حالی که خود این گفتار اونها بی‌نظمی هستش و اینه که میترسن بچه ها در خونه مخصوصا. 7 همواره با پیشنهادات داده شده از طرف حالا زن، همسر و فرزندان اونا مخالفت میکنن، هرچند راستش هم بگن اونا مخالفت میکنن. این یعنی خشونت. 8 احترام نسبت به تصمیمات، حتی تصمیمات صحیح از افراد خانواده رو ندارن، چون که کسر شأن است که زن به مرد بگه که ببین اشتباه، و مرد بگه آهان تو راست میگی، یا بچه این رو بگه و بگه بابا جان آره تو راست میگی. هیچ وقت قبول نمیکنن روی خودخواهی، چون که خشونت دارای خودخواهی های خودش است. 9 نسبت به اذیت شدن فرزندانشون اصلا اهمیت نمیدن، اصلا براشون مهم نیست که تو اذیت شدی یا نه، اما برای فرزندان دیگه، مردم دیگه یه طور دیگه رفتار میکنن. و نهایتا 10 وقتی فرزندان بزرگتر میشن، پسرها خشونت بیشتری رو به خانواده میارن اتفاقا، و اتفاقا خواهرشون رو اذیت میکنن، چون که اونا هم دیگه همین رو یاد گرفتن از پدر مادر. و شما توجه کنید، این شخص میخواد ازدواج کنه، چه خانواده ای رو میخواد تشکیل بده، چه چیزی رو میخواد یاد دیگران بده؟ بینندگان عزیز، دوستان گرامی، اگر این مشخصات در خانواده ما وجود داره، به شما بگم متاسفانه همه ما قربانی چنین خشونت های خانوادگی هستیم، و اینجاست که ما باید بیاییم خودمون رو از این مرحله بکشیم بیرون، چون که این موضوع تأثیرات وحشتناکی بر خانواده داره. اینطور نیست شما؟ دقیقا، چون تأثیراتی وحشتناک بر خانواده و مخصوصا قربانی خشونت ها بچه های ما هستن. بچه ها واقعا بیشتری ضربه رو در خانواده که خشونت هست، علاوه بر زنان، زنان رو گفتم آمار چون بالا، زنان و بچه ها باید. و این وسط بچه ها بیشتر ضربه میخورن، چون یکی از مخربترین خشونت ها اثر منفی بر رشد و تکامل کودکان ما داره. کودکی که رشد و تکامل طبیعی باید داشته باشه در چنین خانواده که با این مشخصات شما گفتین که اجازه ابراز وجود حتی هویت رو نداشته، هویت خودش رو نشناسه، نتونه خودش حرف خودش رو بزنه، طبیعتاً بر رشد و تکامل و روحی روانی و اثر خواهد گذاشت. و اینجور افراد میبینید اختلالات درگیری دارن بچه‌ها، و اگه بچه ما با خشونت رفتار میکنی، بعد میایم میگیم که بچه من مشکل در یادگیری داره، بیا اول این مسئله نگاه کنم به رفتاری که من خودم دارم با بچه، آیا رفتارم درسته؟ بعد انتظار داشته باشم بچه من در درسش خوب باشه. مشکلات احساسی براشون اتفاق میفته، اختلالات رفتاری دارن، مشکلات جسمی دارن بچه‌ای که ما داریم با خشونت رفتار میکنیم، مشکلات رفتارهای اجتماعی دارن. و بچه که وارد اجتماع میشه، این بچه چون خودش اون عدم تجربه کافی از حل مشکلات رو نداشتن اعتماد به نفس پایین داره، اصلا اعتماد به نفس نداره و اگه دارم خیلی پایینه، نمیتونه تو اجتماع سر بلند کنه، در نتیجه خودش با شکست مواجه میشه در اجتماع. احساس تنهایی، ترس در این بچه خیلی زیاد، اگه بچه من امروز حرف میزنم میترسه، میره خودشون زیر قایم میکنه، زیر میز یه جای قایم میکنه، بدونید که بچه چیز رو احساس کرده، یک خشونتی در خانواده اتفاق میفته که این ترسا هست. احساس بیاور بودن، بیچاره بودن، نکونبخت یا سیاه‌بخت بودن به خودشون، و دروغگویی در بچه‌ای که در خانواده‌ای که خشونت ناهنجاری زیاده، بچه ها از ترس دروغ میگن بنده. اتفاق نیفته، پدر مادر بابا ماما با هم دعوا نکنن، یا با ما خواهر برادر رو دعوا نکنن، مجبور میشن اینا دروغگویی بکنن، دروغ بگن، در نتیجه دروغگویی در اینها بالا هست، چهره حتی افسرده و غمگین دارن، مضطرب، اضطراب، استرس در این خانواده ها زیاده، بی احساس بودن، حتی بچه ها کینه‌توز و انتقام جو بزرگ میشن. وقتی که در خانواده احترام به هم گذاشته نمیشه، وقتی که خشونت زیاده، خود بچه شخصی تبدیل به بچه میشه که کینه توز، انتقام گیره در اجتماع. و از لحاظ جسمی ببینید بچه ها مخصوصا سنای کوچیک، بچه ها بیخوابی دارن، بیا نارامی دارن، خوردن ناخون دارن، تیک زدن ها دارن، ببینید چشمش اینجوری میکنه. اینا هم اثراتی که این رفتارهای ناهنجار ما پدر مادرها روی بچه معصوم کوچیک داره، شب ادراری دارن، عدم تمرکز دارن، در رشدشون گفتم تأخیر ایجاد میشه، و در
یه ذره سنای بالا میبینید که چون دیگه محیط خونه محیط جهنم شده براشون، محیطی که گفتم آرام باشه، محیطی باید سالم باشه، به تبدیل به جهنم شده و درچه جوان رو برسه به سن نوجوانی فرار میکنه از خونه، میره بیرون، بعد در اعتیاد ممکنه بیفته، در الکل بیفته، در بزهکاری ها بیفته. آمار نشون میده اونایی که در زندان در جنایت ها انجام دادن، شاید بیشتر 80% اون از خانواده هایی بوده که درش خشونت انجام گرفته. پس ببینید چه تأثیری داره. امروز اگه ما میشنویم پدر مادر هستیم و داریم بچه‌هامون با خشونت، با زنمون با خشونت داریم برخورد می‌کنیم، ببینیم چه تأثیراتی داره. همینطور تأثیراتی رو زن‌ها هم نیز داره. از لحاظ روحی، روانی، جسمی، عاطفی، احساسی ما ضربه می‌زنیم. زن وقتی که وارد خانواده میشه، از یک قدرت و شادابی دختریش دیگه بیرون میاد، باور خیشتن رو از دست میده و در طول سال‌ها می‌بینی به شخصی که خودش رو حتی باور نمی‌کنه و گاهی هم هیچ وقت این زخم‌ها ترمیم نمیشه، هیچ وقت این شکست‌ها درست نمیشه و خودش رو میگه، خودش رو قربانی می‌کنه، میدونه که باید بسوزه و بسازه. آیا واقعا این درسته؟ آیا خدا این رو می‌خواد؟ ما باید جواب بدیم یک روز برای خودمون. دقیقاً، واقعا جواب خواهیم داد. نه اینکه حالا با فکر کنیم جواب بدیم، جواب رو خواهیم داد. از عمده دلایل و عوامل خشونتی، استرس‌های اجتماعی، فرهنگی و همچنین فقدان امنیت و اجتماعی وجود داره. اما در این دقایق آخر ببینیم چه راهکاری حالا میتونیم. اینا رو همیشه متوجه شدیم، اما مهمه که راهکار رو بدونیم و عزیزان مبارزه با این موزل خانوادگی داشته باشیم. به خاطر اینکه خود من از خانواده خشن اومدم و دیدم چه بلاهایی به سر من خود من آورد، ولی خدا رو شکر برای فیض خداوندمون عیسی مسیح. اگر واقعا می‌خواهیم از این موزل بیایم بیرون و مبارزه داشته باشیم، باید با عواملی که به وجود آورنده این موزل هستن مبارزه کنیم. یک، راهکار شخصی. یعنی چی؟ یعنی من باید آن را انجام بدم، نه کسی دیگه، نه اینکه او عوض بشه. به خودمون یاد بدیم که تنش احساسات خودمون رو میتونیم کنترل بکنیم، به خاطر اینکه اگه من بگم من نمیتونم، یعنی دیگه من اصلا من نیستم، کسی دیگه این نقشه اونو دارم من بازی میکنم. و مسیح هم خیلی زیبا فرمود، مسیح فرمود که آنچه رو که ما میخوریم ما رو نجس نمیکنه، اتفاقا آنچه که از ما بیرون میاد ما رو بی‌حرمت میکنه و ما رو نجس میکنه. یک شخصی که فحش داره میده، من میدونم که عزیزانی هستن در خانواده های خشن که ایمان آوردن، پدرشون داره فحش شون میده، آن پدر بعد که آن فحش رو میده، آن پدر خودش رو نجس میکنه، بی احترام میکنه. نکته دوم، راهکار حقوقی وجود داره. از یعنی چی؟ از طرف قوانین حاکم بر اجتماع باید این انجام بگیره. نهادهای مشاوره رایگان برای چنین اشخاص ضروریه، برای پدر مادرها، فرزندان، زوجهای جوان، تشکیل کانون مشاوره خانوادگی، یادگیری فن برقراری ارتباطا. ایناست که عزیزان به درد ما میخوره در اجتماعی که ما داریم، نه چیزهای دیگر. خشونت رو به وجود بیار، نمیدونم مطالب دیگر و حمایت از جنایتکاران دیگر. سه، راهکارهای قانونی. یعنی چی؟ لایه حمایت از خانواده. چقدر زیباست این، داشتن لایه پریز از خشونت بر علیه زنان. باز برمیگردیم به صحبت همسان بودن زن و مرد، یکی بودن زن و مرد با روش زندگی، نه فقط در مسائل باورهای خشک متعصب مذهبی، بلکه هر دو اجتماعی و مذهبی. زن خودش رو، زن خودت رو ببخشید، مسیح میفرماید و در کلام پولس بیشتر داره ما رو تشویق میکنه، میگه که زن خودت رو مثل خودت باید احترام بگذاری، احترامش بکنی، وگرنه تماما آن خانواده از بین خواهد رفت. خشونت بر علیه زنان، مخصوصا کتک زدن، باید جایز شمرده نشه. در چنین جامعه قوانین این چنین لایه هایی رو باید به وجود بیارن که اونهای دیگر رو به دور بندازن. تصویب قوانین در راستای شهروندی، حقوق بشر در روند جهانی حرکت درست داشته باشه. چرا ما اصلا سرزبون‌های مردم دیگه باشیم در تمام اخبارها؟ قوانین مساوی برای حق و حقوق زن و مرد و در عقدنامه چقدر خوبه که مشروط باشه توافق زن و مرد با هم دیگه برای زندگی مشترک بدون قائل شدن به تبعیض جنسیتی. و نهایتاً راهکارهای دینی باوری. راهکار دینی باوری، پررنگ شدن باورهای ایمان با خدای راستین، نه خدای خشن و خشونت. در ایمانی که همسرت رو چون خودت بدونی، متحد شده با هم، آمیخته به هم و او رو احترام بگذاریم، موجب از بین رفتن او نباشه، زیرا در مورد آن همطور که فرمودید روزی داوری خواهیم کرد. و اینجاست که اگر هیچ چیز نمیتونه، شما بینندگان عزیز، اگر هیچ چیز نمیتونه شما فکر کنید که خانواده های خشن رو کمک بکنه، فقط یک شخص میتونه و نام آن یک شخص
خداوندمون عیسی مسیح زنده است. او میتونه، او قادر هست که خانواده رو تبدیل بکنه. در مکاشفه 13 چنین میخوانیم. مکاشفه 13 میفرماید اینک بر در ایستاده میکوبم. دقیقاً اینطوری. بر در ایستاده میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در رو باز بکند، به نزد او خواهم آمد، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد. او نیز با من. دستگیره دعوت برای عیسی مسیح در داخل تو باید در رو باز کنی. عیسی مسیح به زور وارد نمیشه. دعوتش کن به خانواده پر از خشونتت، ببین مسیح چه کار خواهد کرد. تو پدر خشن که داری به دخترت فحش میدی، فقط نگاه کن دخترت بعد از ایمان آوردن به مسیح چی شده. آن وقت خدا رو شکر خواهی کرد که چقدر او واقعا عوض شده. جایی که عیسی مسیح، عزیزان بخونم براتون، اونجا محبت، صمیمیت، تفاهم، اتحاد، صفا، یک دلی، یک رای بودن، بخشش، از خودگذشتگی، صبر، تحمل، فروتنی، امید، امید بخشی، شادی و و مطالب بسیار زیبایی هستش. امشب به خودمون بیایم و اگر از این خشونت ها درس بر نداریم، خشونت ما رو به هلاکت خواهد برد. ولی اگر امشب اجازه بدیم و در رو برای عیسی مسیح باز بکنیم، او همه چیز رو دگرگون خواهد کرد. او همه چیز، چون که کار او تبدیل است. وقتی خشونت از خانواده دور بسازیم، آن وقت اجتماعمون هم بدون خشونت خواهد شد. آن وقت شهرامون هم بدون خشونت خواهد شد. زنان رو دیگه در خیابان کتک نخواهند زد، این بانوان عزیز و گرامیمون رو. همینطوری که عرض کردم، دوباره این رو باور دارم، مردی که دست بر روی یک زن بلند میکنه، میخواد نیروی انتظامی باشه، میخواد هر کس باشه، فرد مذهبی باشه، آن مرد مرد نیست. خیلی رک و پسکنده به شما بگم، چون که از مردانگی چیزی اصلا حالیش نیست. بیایید عوض بشیم عزیزان، این خشونت رو از خودمون به دور بیاندازیم و اون وقت خداوند خواهد توانست در وجود ما کاری بکنه که نمونه باشیم برای دیگران. 80 سال خدمت بیلی گرام از 19 سالگی، برید ببینید این مرد چه کارهای عظیمی کرده برای اجتماع. این افراد واقعا احترام دارن. چقدر هم پیامک داریم. من دیگه سخن کوتاه کنم و به چند تا پیامک بپردازیم. حمید عزیز فرمودن درود بر خادمین راستین خداوند، برادر گلم اختیار دارید کشمیلتن و خواهر شمیران مهربان شاهدخت خداوند. از خداوند قوت، برکت، سلامتی، شادی، آرامش، پوری روح‌القدس و مکاشفه کلام و خوشبختی و موفقیت برای شما زوج جمعیش جوان به نام عیسی مسیح خواست دارم. آمین. حمید جان، ما نیاز به مکاشفات الهی داریم. آمین. و این پیامک از امروز واقعا روز بچه های عزیزمونه. نگاه کن صابر عزیز چی نوشتن. بردم یه تنخواهش میرم، برنامه های زنده شما باعث شده دخترم و نوه 11 سالم قلبشو به مسیح دادن. خدا رو برای وجود شما شکر میکنیم. خدا رو شکر میکنیم برای وجود خداوندمون و شما عزیزان. لطفا اون نوه عزیزتو از طرف ما ببوسید، همچنین به دختر گرامیتون خیلی سلام برسونید، ببوسید و خدا رو شکر میکنم که این نجات وارد خانواده شما شده. جواد عزیز فرمودن برای برنامه یالتون سپاسگزاریم، فیض مسیح با شما. خیلی از وقتا ما احساسات خود را نمیتوانیم شناسایی کنیم، نحوه بروز صحیح آنها را بلد نیستیم، چون باورهای نادرست داریم، از خشونت استفاده میکنیم. لازم داریم باورهای خود را باز بدیم و باور حقیقی را بیابیم و شروع به همکاری با روح القدس کنیم. آمین میگیم برای اینها. فراخانم چی میگن؟ او فراخانم برگشتن. به به، چقدر عالی. شمیران شما بفرمایید لطفا. فرح عزیز نوشتم ممنون از تمامی زحمات شما خواهر شمیران. برادر میلتن عزیز مرسی. بله خواهر شمیران، من از نزدیک شاهد این خشونت ها و طلاق پدر مادرم بودم و سالیان سال تو زندگی حتی بعد از ازدواجم اثر گذاشته. سعی کردم زندگی خودم پر از آرامش و عشق باشه و بود، اما افسوس به خاطر ایست قلبی و فوت همسر عزیزم زندگی خودم هم اصلا پاشید. شکر این مصیبت باعث شد که تا با عیسی مسیح آشنا شوم و جای خالی همسرم رو خداوند پر کند. عشق همسر زمینی بود ولی عشق عیسی مسیح ابدی است. خیلی آمین. ممنون خرفره عزیز، واقعا دلتنگتون بودیم. مرسی از پیغاماتون. آمین که این چیزی که نوشتید، اون عشق ابدی جای خالی رو، خلأ رو پر خواهد کرد. خدا رو شکر برای وجودتون. جواد عزیز نوشتن شهادت دادن، اقرار میکنم که من دوچار این خشونت بودم و بعد از ایمان توبه کردم. اما امروز هنگام خشم برگذشته که بر خورد فیزیکی میکردم، امروز هنگام خشم محل را ترک میکنم. متاسفانه گاهی داد و بیداد میکنم، اما با این برنامه شما دوباره این لحظه عمیقا توبه میکنم و شما میخوام برای من دعا بکنید تا بار دیگه در این زمین لغزش نخورم
فیض مسیح با شما باشه. خیلی ممنون. همینطور که گفتید بهترین راه اینه که ما وقتی عصبانی میشیم اونجا رو خالی اونجا بریم، از اونجا بریم و بعد تا آروم هستیم برگردیم. ناتان عزیز گفتن سلام خدمت شما کشیش میلتن و خواهش میران عزیز، با احترام به موضوع برنامه‌تون که متاسفانه ضعف منم هست و این اداره رو روی بچه کوچیکم اثر داره. این داره روی بچه کوچیکم اثر میذاره. برادر میتن منو یک کمی میشناسن، من علی بودم و توی فیسبوک پیغام گذاشته بودم و شبانان گله داشتم و برنامه زنده قبلی هم پیامک دادم، درخواست دعا کردم، فکر کنم دیشب بود یا شب قبل، به هم به هر حال بازم درخواست دعا دارم ازتون، اسارت دارم، در جنگ هستم باهاش. میلتن جان اگر تونستی با من تماس بگیری، هر وقت فرصت کنید ممنون. خدا برکت به شما بده. علی که تبدیل شده به ناتان، شماره رو داده، خدا رو شکر. خیلی وقت بود برنامه زده شما ندیده بودم و خدا رو شکر بخاطر این شبکه و شما شبانا، خیلی ممنون ناتان عزیز. و همینطور بابک عزیز با سلام به کشیش میلتن و خواهر شمیران عزیز، واقعا ممنون از این برنامه عالیتون، واقعا امروز عالی عالی بود مثل همیشه. خیلی ممنون بابک عزیز و مرسی از عزیزان برای تشویقاتون. بله خیلی ممنون. من میخوام بریم برسیم سریع به دعاها و ناتان عزیز، من حتما با شماره‌ای که دادید اینجا نوشتم حتما تماس خواهم داشت. اما شما میرم برای زندگی سمیه و همسرشون دعا بکنید لطفا در این برگ و همچنین یه برگ دیگه هم اینجا دارم که نوشتم دعای شمیران که از شما خواستن. لطفا سریع اگر دعا کنید که بعدم برگا رو بدید منم ادامه بدم لطفا. خداوند عزیز در نام عیسی مسیح به حضور تو اومدیم که دعا میشنوی برای سمیه عزیز و همسرش، برای ادامه زندگیشون دعا میکنم در نام خداوند عیسی مسیح، هر مشکلی که از تو برداری و وارد این خانواده بشی خداوند. و همینطور دعا میکنم برای عزیزی که چشمان خودش سکته کرده، خداوند، خداوند تو نور عالم هستی، مسیح زنده، تو که شفا میبخشیدی، هر جا وارد میشدی معجزه انجام دادی. به نام عیسی مسیح این عزیز رو لمس کن و نور رو برگردون و بیماری او را رفع کن. هر چی هست که سکته است، خداوند چشمای او را به او بازگردونه خداوند. و همینطور دعا میکنیم برای مهشید، برای بیماری ام اسش، خداوند تو قاری قادر هستی، بیماری ها نامی برای تو بیش نیست. مهتاب عزیز و آلرژی که داره، طیبه عزیز رو خداوند دعا میکنم در نام عیسی مسیح شفای الهی تو جاری بشه، معجزه تو انجام بشه و شهادت های خوب عزیزان بشنویم، چون در نام عیسی مسیح از تو خدای پدر که دعا رو میشنوی و انجام میدی میطلبیم. آمین. آمین. سپاسگزار خداوند هستیم. ادامه میدیم همچنین خداوند عزیز دعا میکنیم برای دختر بیننده عزیزی به نام مریم و تاثیرات پسرشون همسرشون که در بیمارستان هستن، خداوند تو شفا ببخش. همچنین برای عزیزان دیگر که درخواست دعا دارن در رابطه با زندگی مالیشون و برای نازایی خانم محشید هم در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. برای مجتبی که در دام احتیاط هستن دعا میکنیم به نام عیسی مسیح این شخص را آزاد بساز ای قدوس ای خداوند. و برای آقای امیر که زندگیشون داره خراب بشه با ورود یک زن دیگر، میبندیم این شخص رو در زندگیشون ای خداوند. و برای بیننده عزیزمون برای مسئله خانه آپارتمان همراه با پدرشون که ناراحتی ها دارن در رابطه با اجاره مستاجری و همچنین درد عجیب زیر دنده، خداوند در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. برای سمیه و همسرشون زندگیشون دعا میکنیم ای خداوند زندگیشون رو سوارتر بساز به نام عیسی مسیح. برای سپیده عزیز که فرمودم و همچنین برای مطالب که پول گرفته شده و رفته شده و دعا میکنیم برای همه اینها و دعا میکنیم برای همچنین خواهر فاطمه عزیز که فرمودن و دیگر عزیزان که خداوند درخواست های مشابه دارن و همچنین برای فردی که طلاق گرفته شدن و پدر مهربانی نداره در نام مسیح. برای اشرف عزیز دعا میکنیم برای بیماریشون و همچنین برای کامران عزیز که خواستن، مریم پسرشون، واروش ای خداوند، و همچنین برای سپر برای اعتیادشون، شموئیل برای بیمارستان در آمریکا، جواد عزیز که خواستن در رابطه با مسئله خشونت کاملا از بین بره. برای برادر یکی از همکاران عزیزمون که در بیمارستان هستن، همچنین عزیزان بازمانده در سانحه هوایی در نام عیسی مسیح شفای آب و هوای گلالود خوزستان رو به حضور مبارکت بیاریم در نام خداوندمون عیسی مسیح پرجلال باد نامد اصال تا عبدالآباد. آمین. بینندگان عزیز متاسفم که دوستان نتونستیم به درخواست امشب شما برسیم، ولی مطمئن باشید هفته دیگه حتما اینا رو خواهیم داشت و ضمن اینکه اینا رو ما داریم، من و شمیران برای شما عزیزان هم دعا خواهیم کرد. اما هفته آینده به امید خدا که بازم شما عزیزان در محله ما خواهید بود، ما می‌خوایم در رابطه با ویژگی خانواده سالم را حالا در محله داشته باشیم. اما تکرار برنامه امشب رو فردا ساعت 10:30 صبح و همچنین جمعه 3 بامداد می‌توانید مشاهده
مشاهده بکنید. ما همیشه باور داریم که شما عزیزان هم میتونید محله رو بهتر و برای ما پیشنهادات خوبی بدید. شب عالی و خوبی رو آرزو میکنم بدون خشونت. شب بخیر. شب بخیر.